با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز چهارشنبه سیوم ماه جوزای سال 1397 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. پیش‌بینی شورای عالی صلح از احتمال تحولات بزرگ در روند صلح در چند ماه آینده. طالبا صدای مردم افغانستان با مسابه افغانان، مسلمانان و شهروندان این سرزمین لبیک بگویند، آتش بس تمدید کنند. هشدار نامزد فرماندهی نیروهای امریکایی در افغانستان از خروج زود هنگام نیروهای خارجی از این کشور. من باور دارم که کشور نظامی برای ایجاد شرایط برای مصالحه سیاسی ضروری است. انتظار کاروان صلح‌خواهان المندی برای پاسخ طالبان به درخواست صلح‌جویانه آنان. زن نور نرازم کوتا تر سوچ پوتن که سولا نیوی رغلی که چیر سولا راسی هم در شخوند کوی، هم جون شخوند کوی، هم کار شخوند کوی. افغانستان در صدر کشورهایی که بیشترین درخواست پناهجویی را دارد. و خوشبینی کره جنوبی و چین از احتمال آمدن یک تغییر تاریخی در شبه جزیره کره. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. شورای عالی صلح است به میان آمدن تحولات بزرگ در چند ماه آینده در گفتگاه صلح سخن میگوید. سخنگوی شورای عالی صلح میگوید که علاقمندی ها در سطوح مختلف طالبان به صلح افزایش یافتن و این نهاد انتظار دارد که امسال گواه گفتگوهای صلح با طالبان باشد. در این حال عالمان دین از طالبان میخواهند که همچون حکومت افغانستان آتش بس را تمدید نمایند. از سوی دیگر مقام امنیتی کشور در واپسین سفرشان به پاکستان درباره صلح با آتش بس با طالبان با مقام های این کشور گفتگو کردند. کریم امینی گزارش می‌دهد. در این اواخر افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر گواه تلاش های صلح جویانه بوده است و این تلاش ها خوشبینی هایی را نیز به میان آورده است. طالبا صدای مردم افغانستان با مسابه افغانان، مسلمانان و شهروندان این سرزمین لبیک بگویند، آتش بس تمدید کنند، اعتماد سازی در بینشان به وجود بیاید و با افغانان خود در میز مذاکره به خاطر تفاهم در رابطه با آینده افغانستان بشینند. از سوی دیگر رئیس جمهور غنی در دیدار با کاروان صلح‌خواهان هلمند گفته است که اگر طالبان بخواهند آماده است آتش بس را با این گروه تا یک سال دیگر نیز تمدید کند و نیز حاضر است در هر جایی که طالبان بخواهند با آنان گفتگو نماید. در همین حال مقام های بلندپایه امنیتی به سوی اسلام آباد شتافتند و با مقام های پاکستانی درباره چگونگی تامین صلح در افغانستان و نیز نقش پاکستان در این روند گفتگو کردند. خوشبینی ما بیشتر است و امیدوار هستیم که آنچه که ما درخواست داریم از پاکستان او تعهد عملی شما ببینیم و به او تعهدی که میکنند پابند بمانند. اینجا در افغانستان عالمان دین با پشتبانی از تمدید ده روزه آتش بس از سوی حکومت طالبان را نیز به تمدید آتش بس و حاضر شدن به گفتگو فرا میخوانند. دولت خپل اوربند و غزه و در مقابل لور طالبان و نهب دو مقدر غخته نده چه اوربند و غزه او یو زمینه مساعده سی چه وکوله سو دسول لپاره لاره چاره پیدا که اسلام است در کشور دیگه. چرا جنگ؟ چرا خشونت؟ چرا ویرانی؟ از سوی دیگر تاشکند برای میزبانی گفتگوهای صلح کابل با طالبان اعلام آمادگی کرده است و از هر دو طرف خواسته است که آتش بس را تمدید نمایند. نامزد فرماندهی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان احتمال پایان جنگ را در این کشور بعید می‌داند. این جنرال امریکایی هشدار می‌دهد که هرگاه نیروهای امریکایی پیش از زمان مناسب از افغانستان بیرون شوند، گروه های عرب سبگن چون شبکه القاعده و گروه داعش از این کشور بر امریکا حمله خواهند کرد. وی از ادامه پشتیبانی پاکستان، ایران و روسیه از طالبان نگران است، اما می‌گوید که بی پشتیبانی اسلام آباد رسیدن به صلح در افغانستان ناممکن است.
میراقا پوپال جزئیات را گزارش می‌دهد. جنرال اسکات میلر فرمانده عملیات‌های ویژه مشترک ارتش آمریکا که نامزده فرماندهی کل نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان است در یک نشست کمیته خدمات تسلیحاتی صنایع آمریکا حضور یافت. او با قانونگذاران آمریکایی از پیشرفت در جنگ افغانستان سخن می‌زند. من هدف اصلی من را در افغانستان درک میکنم که آن اطمینان یافتن از این است تا هراس افغانان هرگز نتوانند از افغانستان همچون پناهگاه برای تهدید امریکا و اعضای دیگر جامعه جهانی کار گیرند. من باور دارم که فشار نظامی برای ایجاد شرایط برای مصالحه سیاسی ضروری است. اکنون پاکستان باری دیگر از کمک صادقانه بر روند صلح افغانستان سخن می‌زند. اما جنرال میلر بر رفتار اسلام آباد مشکوک است. من هنوز هم رفتار پاکستان را در پیوند با افغانستان متناقض می‌بینم. اما بر بنیاد راهبرد جنوب آسیا نه تنها از رهگذر نظامی بل از رهگذر دیپلماتیک نیز ما انتظارهای بسیاری از پاکستان داریم. بر بنیاد راهبرد جنوب آسیا ما پیشرفت‌هایی در افغانستان داشتیم، اما درباره ادامه حمایت پاکستان از طالبان باید مواظب باشیم. میلر 57 سال دارد و احتمال می‌رود که در هفته‌های آینده به گونه رسمی از سوی کمیته خدمات تسلیحاتی جایگزین جنرال جان نیکلسن تایید شود. کاروان صلح‌خواهان هلمندی در انتظار تصمیم طالبان درباره آتش بس در کابل به سر می‌برند. از این کاروان که بیشتر از 600 کیلومتر راه را پیاده پیمودند می‌گویند تا هنگامی که صلح در کشور تامین نشود به خانه‌هایشان بر نخواهند گشت. این صلح‌خواهان می‌گویند این حرکتشان را در سراسر کشور ادامه خواهند داد. از این کاروان جوانان تحصیل کرده، ورزشکار و نیز کسانی دارای حرفه‌های گوناگون هستند، اما کارهایشان را کنار گذاشتند و به این کاروان پیوستند. در این باره انیسا شهید گزارش دارد. زمره 34 ساله یکی از صلح‌خواهان هلمندی است که قهرمانی پرورش اندام را در کارنامه‌اش دارد. او میگوید که از 14 سال بدین سو ورزش میکند و چندین مدال از کشور و رقابت‌های جنوب آسیا و تایلند دارد. زمر سره چر سره جاغه ټوله چانو بچان لري کورونه لري خوند او منج لري هغه ارڅه پرېشې دي شاته او دی ولاوسم په دغه مشکلات کې کله کله چې زمر سره په سفر کې یو دربل تماسونه سره نیسی دوست قریب ته وای چې زمر کوړه ورسه او مشکلات وګوره. وزن می ډیر وو او زما په شین ډیر نازک وی. بان که پاهایش آب لبستند، اما میگوید تا هنگامی که طالبان خواستهایشان را نپذیرند حرکت صلح‌خواهانش را پایان نخواهد داد. ول راسی صبات راسی چې بیخی مو پښې تڼاکی غوښې تیسی پراډوک بنج روانو ام بزو خلکو سره تعلقات لرم. طاهر جوانی است که تازه از مکتب فارغ شده است. او در ولایت کندهار به این کاروان پیوست. چاسه یو نظر کړی فیمیل د خاصه پورت نو ول سر کوم مخچرالم بیا می دوی ته خپل عذر وړاندې کړ چې زه نور ناراضم کوړه تر سوچ په وطن کې سوله نیو راغلی. عبدالسلام در رشته دانش کامپیوتر تحصیل کرده است. او که استاد دانشگاه است میگوید که آرزو دارد صلح در کشور برقرار شود و او بتواند تحصیلاتش را ادامه بدهد. بس په دغه خاطر چې په وطن او نړۍ کې صلح راست په دا هیله می دارم آمد. اکنون شماری از شهروندان کشور به دیدن این صلح‌خواهان در پایتخت می آیند. اینان می گویند که اگر طالبان خواستهایشان را نپذیرند و آتش بس نکنند برای صلح‌خواهی تا پشت دروازه های آنان خواهند رفت. مقام های محلی بدخشان ادعا دارند که طالبان در روز سوم عید یک دانشجو و یک افسر پلیس را در بخش های زیر ادارهشان تیرباران کردند. مالی بدخشان میگوید این مردان با بهره گیری از آتش بس خواستند که روزهای عید را با خانواده هایشان سپری کنند. از این دو به خانه هایشان در بولسپلی بردوج رفته بودند. وای می افزاید که این دو تن تا وقت های شام هنگامی که می خواستند به شهر فیض آباد برگردند در راه از سوی طالبان تیرباران شدند، اما طالبان این ادعا را رد می کنند و می گویند که آنان در سه روز آتش بس به هیچ نظامی و غیر نظامی آسیب نرسانیدند. نعمت احمدی در این باره گزارش فرستاده است.
مقام های محلی بدخشان میگویند که این دانشجو و افسر پلیس روز سوم عید آن هم در جریان آتش بس هنگامی که میخواستند از خانه هایشان که در ولسوالی وردوج بدخشان بودند دوباره به شهر فیض آباد بیایند در مسیر راه از سوی طالبان تیرباران شدند. آتش بسی که از طرف دولت اعلام شده بود و از طرف طالبان به سه روز عید اینا رفتن در مناطق تحت حاکمیت طالبان، جمله یک محصل و یک سرباز ملی را به شهادت رساندن و 12 نفر دیگر ملتی کوب کردن. در همین حال باشندگان بدخشان طالبان را به عهد شکنی متهم می کنند. حتی محصلینی که بیگناه هستند و به هیچ گروهی وابسته نیستند و وارد تیرباران کردند. مسئله آتش بسی هم که رئیس جمهور برای از یا پیشنهاد کرد امورم مقررات امورم یا عملی نکردند متاسفانه. اینها با سل آماده نیستند و با جنگ آماده هستند. اما طالبان این ادعا را رد میکنند و میگویند که آنان در سه روز آتش بس به هیچ نظامی و غیر نظامی آسیب نرسانیدند. افغانستان در میان کشورهایی که شهروندان آنها درخواست پناهجویی در کشورهای دیگر دادند در جایگاه نخست ایستاده است. همزمان با روز جهانی مهاجرت، یافته‌های یک گزارش سازمان ملل نشان می‌دهند که در سال 2017 میلادی 124,000 شهروند افغانستان در 80 کشور جهان درخواست پناهجویی دادند، در حالی که در سال 2016 میلادی بیشترین درخواست کنندگان پناهجویی در جهان شهروندان سوریه بودند. ولی آریان در این گزارش چگونگی زندگی دشوار دو تن از کهنسال‌ترین زنان پناهجوی کشور را در سیبیدن به تصویر کشیده است. ۷۴ سال دارد. سخت بیمار نیست است. ۴ سال پیش به قصد رسیدن به سیبیدن باروبان از افغانستان بست. تنها پسرش را که سرباز پلیس بود میگوید طالبان کشتند. من که بچه می داشتم، من که دخترم زنده می ماند به این روز برای چه می ماندم؟ از افغانستان تا به یونان بگونه که قاچاقی آمده بود. برای این که دخترش در سیفیدن زندگی می کند، می خواهد در این کشور بماند. اداره مهاجرت سیفیدن هم پروندهش را رد می کند. او کنون به سرنوشت در خانه که دخترش زندگی می کند. در قراردادی که بین افغانستان و سیفیدن امضا شده نوشته است که افرادی که سنشان بالاست مریض هستند و زن تنها روان نمیشه. با وجود امورم اداره مهاجرت برای اینا ملاقات یا سمتال اتوبیسنگ سمتال روان کرد، یعنی که میخواه اینا را اخراج بکنن. حتی جوانان و نوجوانان زیادی هم که در سالهای پسین به سویدن آمدند با رد پرونده هایشان زندگی نامعلوم دارند. کسانی هم پنهانی زندگی میکنند و برخی هم در بند انتظار اخراج اجباری را میکشند. خسته از تنهایی و بی سرنوشتی که زندگی چه به بازیش گرفته. نامش فخریه است. 64 سال دارد. با گروهی از زنان و مردان از افغانستان و از راههای ایران و ترکیه به گونه قاچاقی تا به سیفیدن آمده است. تمام خواسته های برخلاف همش هیچ شد و چون که دخترمون گم شد. حکومت سیفیدن یک بار به افغانستان نیز برگشتاندهش، اما دوباره کلبار سفر می بندد. با گذر از راههای قاچاقی به این کشور می آید. این بار نیست سیفیدن پروندهش را رد کرده است. مثل موار خانم ما بسیار زیاد است که به می حالت زندگی می کنم. لاقل از حالت رقدبار ما کمک کنم. با امضای تفاهمنامه راه بازگشت یا بازگشتاندن پناهجویان افغان از طریق کشورهای اتحادیه اروپا به افغانستان فراهم شده. در کل از میان پناهجویان افغان بیشتر پرونده ها رد شده است. پرونده هایی که تا هنوز نتوانستند به گونه درست هویتشان را مشخص بسازند. و در سال 2018 میلادی نیز نزدیک به 300 پناهجوی افغان به سیفیدن آمدند. عبدالولی آریان، تولونیوس، شهر گوتنبرگ، سیفیدن. تا چند لحظه دیگر چند خبر جهان را میشنوید با تولو و تولونیوس باشید. ادامه خبرهاست طلوع و طلوع نیوز.
کره جنوبی و چین با آمد یک تغییر تاریخی در شبه جزیره کره خوشبین هستند. وزیر خارجه کره جنوبی میگوید که نشست‌های رهبر کره شمالی با مقام‌های کره جنوبی و آمریکا با تعهدهای به خلع سلاح هسته این کشور امید به پیشینه را به میان آورده است. در همین حال چین نیز میگوید که کره شمالی اکنون بر بهبود وضع اقتصادیش تمرکز دارد. نزدیک به یک هفته پس از دیدار تاریخی کیم جونگ اون و دونالد ترامپ در سنگاپور، کره جنوبی به نتایج این نشست خوشبین است. 9 ماه پیش ما با تنش‌های فزاینده و تهدیدهای هسته‌ای و موشکی کره شمالی روبرو بودیم و از گزینه نظامی سخن می‌گفتیم. امروز پس از برگزاری رقابت‌های المپیک و پارالمپیک زمستانی با حضور کره شمالی، دو نشست میان مقام‌های دو کره و نشست ایالات متحده و کره شمالی در هفته گذشته، ما انتظار داریم که اقدامات قاطع کره شمالی را برای عملی شدن وعده خلع سلاح هسته‌ای این کشور ببینیم. این خوشبینی کره جنوبی در حال ابراز می‌شود که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی امروز سفر دو روزه‌اش را به چین پایان داد. چین از تغییر سیاست‌های کره شمالی ستایش می‌کند. کره شمالی با یک تصمیم بزرگ بر ساختن اقتصادش تمرکز کرده است. توسعه سوسیالیسم در کره شمالی وارد یک مرحله تاریخی شده است و چین از بهبود اقتصاد و زندگی مردمان این کشور پشتیبانی می‌کند. کیم جونگ اون و دونالد ترامپ هفته گذشته در دیدار تاریخیشان توافقنامه را امضا کردند که بر بنیاد آن کره شمالی به خلع سلاح هسته‌ای این کشور و ایالات متحده به دادن تضمین امنیتی به پیونگ یانگ تعهد کردند. ایالات متحده تمرین‌های مشترک نظامیش را با کره جنوبی نیز به تعلیق درآورده است. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. جنگنده های اسرائیلی مواضع حماس را در بخش های جنوبی نوار غزه آماج حمله های هوایی قرار دادند. آنان در پاسخ به موشک پراگنی های حماس بر اسرائیل 25 موضع حماس را بمباران کردند. اسرائیل می گوید که 45 موشک از فلسطین به سوی اسرائیل شلیک شدند. نامزدان مخالف حکومت ترکیه میگویند که رئیس جمهور اردوغان را در انتخابات آینده ریاست جمهوری به چالش خواهند کشید. این نخستین بار در 15 سال قدرت اردوغان است که نامزدان مخالف در برابر او بسیج شدند. قرار است که انتخابهای زودهنگام ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه روز یک شنبه آینده برگزار شوند. مقام‌های اندونزیایی می‌گویند که شمار قربانیان رویداد غرق شدن یک کشتی در این کشور شاید به 180 تن برسد. عملیات جستجو برای یافتن ناپدید شدگان ادامه دارد، اما تاکنون تنها 18 تن نجات داده شدند. در میان سرنشینان این کشتی ده‌ها کودک نیز شامل بودند. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می‌شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. کار ساخت دو پروژه بنیادی با هزینه 4 میلیون دلار است. کمک های هندوستان در ولایت بلخ آغاز شد. ولی بلخ می گوید که این پروژه ها ساخت بیشتر از 2 کیلومتر جاده و ساخت یک ورزشگاه کرکت را در بر می گیرند. و ساخت این پروژه ها را از سوی هند نشانه از دوستی میان دهلی و کابل می داند. در این حال سفیر هند در کابل نیز بر ادامه کمک های کشورش به افغانستان تاکید می ورزد. عارف مصابی در این باره گزارش فرستاده است. قرار است تا چند ماه آینده یک جاده به درازای بیش از 2 کیلومتر که میدان هوایی مزار شریف را به شهر پیوند می‌دهد ساخته شود. کیلومتر عرض سرک می باشد به طول 2800 متر و هزینه از طرف دولت هندوستان مبلغ 3 میلیون دلار آمریکایی می باشد. والی بلخ از ساخت این جاده استقبال می کند. سم میگیرند در باسازی در بخش های مختلف. ای خود از این نماینگری ای است که میخواین دوستای عزیزی ما روابط دوستانه ما باید
مستحکم‌تر شوند. سفیر هند در کابل که برای شرکت در مراسم گشایش آغاز کار این جاده به مزار شریف آمده است میگوید دهلی در تلاش گسترش روابط دوستانه با کابل است. In the last 17-18 years در 17 سال گذشته کوشش دولت هند این بوده که تجارب خود را با افغانستان شریک بسازد تا در راستای مختلف از جمله ساخت زیربناها، شغل‌زایی برای جوانان کمک و همکاری کند. همزمان با این کار ساخت یک ورزشگاه کرکت با هزینه 1 میلیون دلار آمریکایی از کمک بدون بازپرداخت هند در مزار شریف شروع شد. قرار است این ورزشگاه به گونه معیاری ساخته شود. با این هم نرخ شما را از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 71.60 پول، یک یورو 82.55 پول، یک درهم امارات 19.45 پول، 1000 روپیه هندی 1055 افغانی، 1000 تومان ایرانی 2.30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 586 افغانی. خبرهای ورزشی هم لحظات بعد تقدیمتون میشه. رقابت‌های منطقه‌ای زون جنوب شرق بازیکنان انتخابی تیم دباسن سپه عصر روز گذشته با 2 دیدار پیگیری شد که تیم پکتیا الف 2-1 تیم غزنی را شکست داد و تیم لوگر 4-1 از صد تیم میدان وردک گذشت. در ادامه این رقابت‌ها امروز تیم خوست با تیم میدان وردک و تیم پکتیا بی با تیم پکتیا الف با هم رقابت کردند. قرار است هفتمین دور رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان در ماه آگوست سال روان میلادی در کابل برگزار گردد. و اینکه در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2018 روسیه سه‌شنبه 3 دیدار برگزار گردید که در نخستین دیدار تیم ملی فوتبال ژاپن با مسافه تیم ملی فوتبال کلمبیا رفت که در نهایت بازی با حساب 2-1 به سود تیم ژاپن به پایان رسید. در دومین دیدار حساس که ساعت 7:30 میان تیم‌های سنگال و پولند برگزار گردید، سنگال توانست پولند را با درخشش سادیو مانه ستاره باشگاه لیورپول با حساب 2-1 شکست بدهد. در سومین و آخرین دیدار سه‌شنبه شب روسیه نیز توانست مصر را با حساب 3-1 شکست بدهد و صعودش را به دور بعد این رقابت‌ها قطعی کند. در ادامه این بازی‌ها امروز نیز از ساعت 4:30 3 دیدار برگزار می‌گردد. ما در تلاش رسانیدن داغ‌ترین خبرهای افغانستان و جهان به شما هستیم. پس برای شنیدن تازه‌ترین خبرها به شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 111 را بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه‌های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.